پسرم، من قبل از اینکه شما بیایی و بعد از اینکه اومدی اینا رو جمع کردم، بچه های هفته نامه رو. چقدر براشون چیز اومدم، چقدر افه اومدم که سیاوش از اون بر آبها داره میاد، انر انر این داره آبها میاد اینجا، میخواد این کشتی انقریب به گل نشسته توفان زده تلاطم دریاهای خشکی ندیده رو یه تکونی بده، این کشتی رو گلش یه مقداری پاک کنه، کمک ما کنه، فکر نو، ایده نو، نظر نو میخواد بیاره و به طور قطع مؤثر خواهد بود در پیشبرد اهداف این هفته نامه. ولی روز داره میگذره، روز پشت روز داره میگذره و هیچ خبری نیست. اینا هم به ما تو دلشون میخندن ها، میگن چی؟ میگن والا این که میگفتی این همه آقای کابوسی، شما که میگفتی این همه تخصص، این همه درس خونده، این همه ممارست، اینا که میگفتی پس کو؟ میدین پدر، حرفای شما کاملا درسته، ولی من مشکلم اینه که این بچه ها حس میکنم هیچ جوری منو باور ندارن، هیچ جوری منو درک نمیکنن، هیچ جوری نمیخوان منو توی خودشون راه بدن. خیلی بیجا کردن، خیلی بیجا کردن. یعنی چی بیجا میکنن؟ شما فکر و ایده نو بده به من، عنوان کن، ببین چه جور همینایی که بیجا کردن، ببین چه بجا کردن واقعا، چقدر درست میشه همه چیز، چه احترامی برات قائلن. شما فکر نو بده عزیز من. باور کنید من از مدتی که اومدم شب تا صبح به این دوگوله دائما دارم فشار میارم، ولی هیچ چیزی به ذهنم نمیرسه که هیچی اینجا جوابگو باشه. نمیدونم یعنی هیچی. پاک پاک. خب عزیز دلم، میمادی به من میگفتی ببین من میخوای یه ایده و فکر نو دارم و میخوای بدم جلو بچه ها عنوان کنی بگی مال خودمه. آب رو حیثیت این دفتر سیاوش جان، ازت خواهش میکنم به داد من برس که اینا نخندم تو دلشون لاغل به ما. آخه من حس میکنم این کار کار درستی نباشه. البته گرچه این کار کار درستی نیست، ولی چی ولی چی؟ ولی به خاطر حیثیت شما، احترام خودم تو اینجا و احترام هفته نامه این کارو میکنی؟ نه قربون پسر، بس بی جلو فکر بدم باقلوا با لبات بازی کنم. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. اومایه نگاه کن، بی خیال نشسته داره عکسای بی سر تای خودش رو نگاه میکنه، خیال میکنه خیلی عکاسه. اینم فرید، فقط همین یک کلمه رو برات، خوب چیزیه. اگه خوب چیزی بود که ما اینا رو قرارداد نمی‌کردیم که بعدش هم به خاطر قرار کردن خودمون جایزه هم بدیم. وقتی هم که این سیاوش پسر دایی فرنگ رفته ما پیدا شده، دایی جون هم که دایی جون زهره ما رو، دایی جون باز با من گفت دایی جون دیگه حواسش به ما نیست، مجله رو دیگه نمی‌بینه، همه فکر و ذکر شده سیاوش. آی دکتر، مهندس، همش پوز پسرش با اون مدرکای مسخره و علکیش. هفته نامه هم که رو هواست، گل بود به سبزه نیز آراسته شد. بچه ها زود همه جمشن اتاق من، جلسه استراری داریم، زود باشید همه. آقا من مخالفم، آقای کابوسی من مخالف 100% این قضیه هم. این آقازادتون از اون بر بلند شد اومده اینجا، فکر کردین ولی چه خبره؟ برادر من، پسر من، شما رشته هایی که خونید هیچ ربطی به هفته نامه وزین شهر قشنگ نه تنها نداره، به هیچ چیز مطبوعاتی نمیخوره. کامپیوتر خوندی که ماهنامه اختصاصی داریم، نمیدونم پزشکی خوندی که ماهنامه اختصاصی داریم. عزیز من، تو اصلا میدونی خبر چیه؟ تو میدونی تیتر چیه؟ تو میدونی سوتیتر چیه؟ تو میدونی ما کجا نشستیم و کجای این کشتی قرار گرفتیم؟ اومدی همینجوری فکر کردی ملوانی راحت اومدی ملوان بشی؟ آره شما ببینم، میذاری ما هم دو کلمه حرف بزنیم یا میخوای فقط خودت متکلم بحث باشی؟ بقیه هم حق سردبیر باشه، بنده مدیر مسئولم، حق ندارم حرف بزنم، فقط ایشون.
یاد بگیرید عزیز من که وقتی یه جمع پنج نفری نشستن دیگران هم حق صحبت دارن، دیگران هم حق دارن نظرشون اعلام، حداقل نظرشون اعلام کنن. از بیخ میکوبی به طرف هیچی نگه. اینه من اگه حرف زدم شما بگید که خیلی خوب اجازه بده بفرمایید. کابوس این دلیلش معلومه که سردبیر یک هفته نامه وزین و فرهنگی و هنری چرا انقدر کم حوصله است دیگه. خیلی بد بود مطلق انداختی. ای بابا نمیذارم آقا جان. آقا سیاوش براتون یکی هدیه از آسیا، لبریز لبسوز لبچسب لبریز دیشدمه. من نمیخورم اگر ممکنه یه لیوان آب برم. نمیخوری پسر دایی؟ حالا اصلا ببینم پسر دایی داری آخه چی به شما گفت چایی بیارید؟ الان موقع چایی بردنه. من هر اون چهار کلمه حرف نتونستیم با هم بزنیم. بلافاصله چایی رو موقعی میارن که این لب و دهن خوشه، جلسه منتج به نتیجه بشه، یه چیزی بخوریم تازه کنیم، لب و دهن تازه کنیم. چایی کی به شما گفت بیاری؟ من دیدم جلسه خیلی مهمه، گفتم چای لازمه. اخراج از اتاق. دست درد نکن برو سر کار خودت، بینم مزاحمت بر ما ایجاد نکن. آقا جان اجازه میدید ما صحبت بکنیم؟ حالا سردبیر وزین محترم شهر قشنگ چیه؟ سیاوش حرف ما اینه الان. سیاوش جان پسر گل من بلند شده با کوله باری از علم و دانش در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی و هنری بلند شده که تحصیلاتش می‌دونید در اون ور دنیا عمری رو در این راه سپری کرده و صاحب تجربه است. اومده اینجا می‌خواد یه طرحی رو اعلام کرده که یک بخشی رو ما به این هفته نامه اضافه کنیم که چی؟ هم یه بخش علمی و فرهنگی داشته باشیم، هم یه بخش آموزش رایانه‌ای تازه‌های علمی جهان و اکتشافات و آموزش رایانه ای رو به این هفته نامه چی؟ به قولی بچه ها گفتنی اضافه کنیم. موضوع اینه. بذار بگوینم طرف تو بسرم. نه نویش جون، نمیدونی آقای کاووسی با چه شوق و ذوق دارن از پسر تو تعریف میکنن. پسر تو که نه، ببخشید پسر آقای کاووسی. بله ببخشید فرید. اوه نه نمیدونی فرید و آقا رحمتی اینقدر چپ دارن با آقای کاووسی و آقا سیاوش نگاه میکنن. حسابت که خب با کامل تر شدن اختراعات و دیسکاوری بشر لازم به ذکر است که دیسکاوری چون پسرمون از ینگ دنیا آمدن نمیتونن فارسی خوب صحبت کنن. دیسکاوری یعنی اکتشافات نو. بله درسته. با کامل تر شدن اختراعات و تکامل بشر در سیستم های کامپیوتری و پیشرفت تکنولوژی همینطور که میدونید آگاهی دادن به مردم جزو یکی از ضروری ترین موارد این هفته نامه باید باشه. و از اونجایی که خب هفته نامه ما یک وسیله ارتباط جمعیه، ما باید در این امر به مردم کمک کنیم. در نظر من اینجوری نمیشه با این برنامه‌هایی که برنامه خوب علمی که تلویزیون داره. خب این کار هیچ کار مثبتی، هیچ راه مثبتی برای هفته نامه نیست. پورسازم نیست دایی جان، نیست دیگه. کی به تو گفت نظرت رو اعلام بکنی؟ من مدیر مسئول اینجام نشستم، از شما درخواست کرد اسیز به کس گفتم حرف بزن، گفتم ایشون طرحشو بگه. بلافاصله پریدی وسط پا برنده، پریدی وسط درف آقا. اینه البته داره طرحش رو مطرح میکنه. بفرمایید. دبیر سرویس خبری هم خوب ایشون میدونم بذار طرحش رو مطرح کنه، بعد دبیر سرویس خبری هر چی میخواد ازشون بپرس. بذار بگه چی آخه طرح. بفرمایید. اجازه است؟ البته پدر جان رامین هم خوب نظرش درسته و خیلی محترمه. من برای این قضیه فکرم کردم، اینی که ما برای رقابت حتی با تلویزیون و برتری گرفتن از برنامه تلویزیونی میتونیم کاری کنیم که هفته‌نامه‌مون
فروش بهتری داشته باشه و اینکه کاری کنیم که همه دست به دست هم دیگه این نشریه رو وقتی دیدن ترغیب بشن که برن یکی یه دونه تهیه کنن ازش. به 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 من کشته مرده ی ویژنامه تو هم. این ویژنامه چه در میاد آقا سیاوش ما بخریم؟ یعنی این ویژنامه در بیاد من قاب میکنم میزنم سردار خونم به تمام بچه‌ها به عنوان هدیه ابریشمی خانم. طبعاً چی میگی؟ میگه خیلی خوبه. بله شمایی شما حرف بزن ببینیم چی میگی. آقای کابوسی من میگم اگه شما اجازه میدیم من حرف بزنم. بازم این همایون اول تا اجازه نگیره اصلا حرف نمیزنه. بله. آباری کلا بسر بگو یاد بگیرید نصف شما هست. بله. اول اجازه بدر بفرمید. آقای کابوسی میخواستم خدمت عرض بکنم اگه امکان داره لطف کنید یه ویزای خبرنگاری به من بدید تا من بتونم برم از اختراعات و اکتشافات تازه دنیا. ما اگه بگیم غلط کردیم به شما گفتیم حرف بزن حرفمون پس میدی شما مرد حسابی مگه نمیبینی کشتیه به طوفان زده گل نشسته تمام اقیانوس امواج این تلفن میخواد که خشکی رو پیدا کنه کو ساحل ساحلی من نمیبینم وسط دریا ببین منو گیج به جی داریم میریم تلاطم داریم به گل نشستیم هفته نامه لخته از من ویزا میخوای کجا بری خوابای قشنگی دیدی آقا همایون برای خودت خوابای قشنگی عکس بگیرم از چیزی از من ویزا میخوای وسط جلسه هنو که نه به باره نه به داره طرحشو داره این میگه جخ البته من پدر جان با اجازه شما من یه فکری هم برای این نظر آقا همایون دارم اینی که ما میتونیم تصاویر مربوط به مجلمون یا هفته ناممون رو از طریق اینترنت دریافت کنیم آها پس بفرمایید که آقا فرید ما بریم چند خط تلفن دوباره بخریم درسته بله. چند تا کامپیوتر اضافه کنیم منشی بگیریم تا اپراتور استخدام کنیم که کار اینترنتی بله. ایشون رو راه بندازه خبر نداری بقیه اینجا بوغن خبر نداری کشتی پرتلاطم اقیانوس‌های آرام داره به گل میشینه خشکی نمیبینیم چطور خشکی رو فقط ما نبینیم شما ببینید شما دم به دقیقه جزیره میبینید ولی ما هم دم به دقیقه باید همینجوری فقط دریا ببینیم آب ببینیم عزیز من طرح متوجه شدید یا من مجبورم تکرار کنم بابا طرح خوبیه والا بلا ترتر خوبیه یک آموزش رایانه یه اضافه کنیم به هفته ناممون یه بخش یه بخش هم چی؟ یه بخش علمی و اکتشافی روز جهان و ایران اضافه کنیم بشت یز من چه باز دوباره این خروس بیمهن نیست شاید من گوگل گوگل کرده داد نزن بیا با هم خوب باشیم چه خبر چی شد آقا همچه دوباره خبر مبراییه آسه و اش مقص جدیده متفکر هفته نامه فکری به اون کلش داده جمع کرده همه داره سخرا میکنه نه بگی تو گذاشتی ما بفهمیم که اینا دارن چی میگن میفهمم فضولی داری میکنی یا میگم شما اگه اون تو هم بودی نمیفهمید چی میگن من برم پل خانده خون بدورو والا مشتاق داره والا طالب داره نداره طالب این به هفته نامه اضافه بشه طالب داره مشتاق داره میره هفته نامه داره هفته نامه داره بله پس بریم دیگه من که میگم نداره خیلی ممنون ای بابا شما هم بلند شد برید دیگه به چی نشستید شما میگید نداره طالب یعنی شما نمیدونین دیگه نمیدونم امید هرچی خیلی جدی ببین انگار جلسه شون تموم شد بیا بریم از فرید بپرسیم بریم 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 آقا فرید باش آقا فرید فرید نه خاله آقای سپهری آقای سپهری خاله آقای سپهری اینجا خونه خواهرت نیست اینجا محل کار هفته‌نامه وزین شهر قشنگه بگو خاله بگو آقای سپهری بگو آقای سپهری الان که کسی اینجا نیست این بادمجون اینجا هست بعد بعدش اونم بابا از خودمون میگم چی شد دوباره مغز متفکر هفته‌نامه فکر جدیدی به سرشون زد و ارائه دادن که نمیدونم آقای کابوسی بگن به به مشکلاتو میخوان حل کنن دیگه دوباره نه بله بله نگفتم یه برای برادر زنت سردبیر بشه خاله اینه که میبینی اینجاست این اعصاب منه پارک نیست داری روش قدم میزنی قدم نزن رو اعصاب من خاله پاشو برو تو پارک پاشو برو تو خیابون قدم بزن
چرا من اذیت میکنی؟ من دارم سکته میکنم از اسم خاله. بابا خاله نه آقای سپهری، خانم دلیخون. من دلیخون. پاش برو دکت، پاش برو دکت. من تو کار زندگی نه، برو کاسبی تو بکن. فوزلی میکنی تو کار زندگی. من رفتم. دخالت میکنی تو کار زندگی خصوصی آدم. چیزه خاله، خاله جون. جونه خاله. خاله جون. جونه خاله. خاله چی؟ حالا بحثتون راجبی چی بود؟ چی بود؟ چی بود؟ داری از فوزه میگیری؟ فرید فوزه داری دق میکنی؟ دق چی؟ دوست داری بدونی چه خبر بوده اون تو؟ آره؟ من واسه خودم نمیگم که واسه فوزولی نیست، واسه اطلاعات عمومیه، واسه اینکه من بفهمم واسه آیندهم خوبه، تجربه بفهمم هر کسی تو زندگی چه نظراتی داره، چه جوری فکر میکنه، طرز فکرش چیه، بعد اگه طرز فکرش اینجوریه چه جوری نتیجه گیری میکنه، اون وقت عکس العمل آدم باید تو مقابل یه همچین طرز تفکر چی باشه. واسه این چیزاست. خودم به خاله ناهید زنگ زنم میگم. باشه خب خاله بودو پرسر کن. خیلی دوستی فرید، حالا چی میشد به من گفت؟ هر جور آج. چه مجله یا خیلی دارن همش چرت و پرت، یه سری مصاحبه الکی، دوتا عکس الکی دیگه. آخه این چیه؟ واسه چی باید مردم واسه این پول بدن؟ اون وقت میگن چرا ما با بحران طرفیم؟ خب معلومه کسی نمیره این مجله رو بخره به خاطر یه سری ماجراهای اعصاب خورد کن. الو سلام خاله نسرین، خیلی ممنون، میشه گوشیو بدی به فرید؟ کارش دارم. جدی میگی؟ ایلم خانم خوب پیشنهادی بود، خوب. آره چونه تو؟ به چونه ایلم؟ باور کن عالی عالی، پشمک، باقلبا. آره باشه باشه باشه، نه آقای کابوس، آره آره باشه باشه، قربانت، خدافظ خدافظ. آقا همایی من از این عکستون خوشم اومد، خیلی خوب بود، ولی بیشتر از همه از اون عکستون عکس یه آقای بود که نصف سرشون توی کادر بود. خیلی خوش همونی که بله 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 آه. همونی که پدر من زیاد ازش خوشش نیومده بود. اگر نظر منو بخواید اون عکس خیلی خوبی بود. جدی میگی؟ بله، و اینکه عکس خبری بود و بیشتر از این نمیشد ازش توقع داشت از یه عکس خبری. خیلی ممنون، لطف داری. ولی اگه واقعا سیاوشون اینا رو داری برای میگی که من تو اتاق آقای کابوسی از پیشنهادت خیلی تعریف کردم، من اصلا همچین آدمی نیستم و که مثلا توقع داشته باشن. نه من نیاز به تعریف کسی ندارم، البته از تعریفت خیلی متشکرم، ولی عکسات خیلی خوب بود. یعنی من حقیقت دارم میگم. بله اونو من 3-4 سال پیش توی کن گرفتم. عجب، پس شما هم تحصیلاتتون رو اونجا ادامه دادید. اتفاقا من توی یه جشنواره کن لوکارنو، چند تا جشنواره خارجی بودم، خیلی جالبه. نه منظورم اون کن نیست، کن و سلوغون. همین ما اینجا یه کن داریم، اینو تو کن و سلوغون گرفت. کن و سلوغون. بله اینم حتی بهت بگم و سیاوشون، این دید باز توه، دید هنریته که از عکس من تعریف میکنی. من اینجا با تو شده کلی عکس گرفتم، همه این آدمایی که اینجا کار میکنن و اومدن به من سرکوفت زدن که تو عکاس نیستی، تو بلد نیستی، تو عکست کجه، تو نام کادرت فلانه، دیافت اینجوریه، هزار تا ایراد گرفتن. منم اصلا بحث نکردم که مثلا بگم که بابا این عکس فرق میکنه با عکسای معمول. این نشون میده که تو هم تحصیلات تو خیلی خوب گذروندی، همین که واقعا دید هنریت خیلی وسیع و قویه. جدی میگم بیتارو. لطف داری، خیلی متشکرم. بعد من یه تقاضای کوچیکی هم ازت داشتم. باشه بفهم، چون که دیگه ما هم دوستیم و همکار و همخونه و سیاهشون، میخواستم ببینم که برات مقدوره یه جورایی یه کمی با من را بیای.
خب بله، اگر اجازه بدی بعد از ساعت اداری با هم دیگه یه قدمی هم میزنیم. نه نه نه، منظورم این بود که یه کمکی به من بکنی. کمک؟ چه کمکی آخه؟ میخواستم ببینم اگه واقعا مقدوره بله. تو به جای اینکه عکساتو از توی اینترنت پیدا کنی به دست بیاری، اینو محول کنی به من. عکسایی رو که تو لازم داری راجع به اختراعات و اکتشافات علمی و هنری و هر چی، اینا رو به من بسپوری، من برات تامین کنم. خب تو این مورد پدر من چون مدیر مسئوله، من فکر کنم دست ایشونه. من نمیدونم این چجوری جوری چیز خورش کرده اینو. باید یه کاری کنم که این چمم نتون نفس بکشه. آره من خیلی حالم گرفته است. میدونی الان اصلا بغض دارم. برای چی؟ الان حرف بزنم گریه میکنم. آخه گریه میکنم. میدونی یاد روز اولی افتادم که اومدم اینجا استخدام بشم. هیچ وقت یادم نمیره. اومدم اینجا آقای کابوسی یه جوری با من برخورد کرد که انگار تو استخدام شدی روز اول. با یه ذوق و شوقی رفتم خونه. 6 ماه بود خدا شاهده برای خونه اصلا خرید نکردم. الهام دچار کم بود، تغذیه شده بود، رنگ و روش پریده بود. رفتم با یه ذوق و شوق پول قرض کردم از دوستم، تو که غریبه نیستی. رفتم 2 کیلو موز خریدم، با یه ذوق اومدم خونه. الهام خانم موز خریدم، الهام خانم بعد ضایعت کردم. فرداش بلند شدم خالم اومد، خاله نسرین اومد، همه تبریک گفتن. برای دیدی تا کسی که اومد با تو برخورد خوب کرد من بودم. یادته بعد فرداش اومدم اینجا آقای کابوسی گفت توجه نکردی شد، ما اگه شما رو میخواستیم اون دیروز میگفتیم دیگه. هیچ وقت هم اینجا نشستم زار زار بیرون رفتم دم در گریه کردم. اون وقت این آدم وقتی بلند میشه میاد اینجا بدون هیچ چیزی، بدون اینکه تو یه فرم، واقعا مگه خونه اون رنگین تر از خونه واسه چون ینگ دنیا رفته بود این کارو بکنه. بعدش که به همش به رخ ما میکشه اینا. فرید ببین آقا کمز، من چی بگم، دایی من اصلا اینجوری نیست. نمیدونم چرا این اتفاق براش افتاده. من منظورم به اینه که ببین، من ناراحتیم اینه که من خش خشت اینجا رو خود من گذاشتم رو هم دیگه این دفتر رو بنا کردیم اینجا. مگه تو کی عملگی بلد؟ نه آه. من یعنی گفتم عمله چین رو هم خب؟ بعد این همه من زحمت کشتم بعد یکی هر رو برسه با این قیافش با این اینک تیش بید اینجا همه چی میشه اینجا بشه همه کاره وقتی... ما باشیم یه چی فری؟ اصلا این آدم وقتی رو میرا اصلا اون چندش اصلا چندش نه میدونی اصلا انگار رو اعصاب من سرسر اعصاب من قدم میزن. آقا زبی محمود بود میگفت بخواه این کی اومده اینجا؟ مهران قارنگیان یکی از بچه‌ها اومده بود یه بار اینجا بیرون وایساد میگفت این ابله کیه برداشت. فرید فرید میگم بیا ببین من نمیدونم چه جوری جوری ببین میخوام برم در خونه شون زنگ بزنم درم. خیلی بد خیلی بد خیلی بد گذاری میگی. اولا ادعای بهتر میدادی. فرید میرم در خونه زنگ میزنم تو اومدی یه کله اینجوری تو صورتش. خوبه 45 سال 50 سال سن داری من رو حساب کردم. اصلا من اومدم با تو دارم مشورت، تو رو آدم عاقل حساب کردم. این کارا چی میکنی؟ خب بله جل چی میکنی؟ خب با کلنگ ما باید با قلم بریم به مبارزش. آها با قلم. تو به عنوان یک سردبیر سرویس هنر، دبیر سرویس هنری و منم به عنوان سردبیر هفته‌نامه وزین شهر قشنگ توی این کشتی که قرار گرفتیم باید یه فکر اساسی بکنیم. با این قلم ببینیم مبارزش فرید خود نویس داره این. من خب. میگم اینو بدوزیم، این نتونه بنویسه بعد جوری حساسیت خب داره خود نویسش. خب ببین خود نویسو بدوزیم. من میگم که چیزی یه کار کنیم، نیاد دفتر یه 7 8 روز نیاد، ما کارا خودمون انجام بدیم. چون هم خبرمون رو تایید کنیم، عکسمون رو تایید کنیم. البته ما اینم با اونه، ولی من دارم میسته یه جورایی چیز کنیم که این نهایت این کار رو بکنه دیگه. من میدونی داشتم فکر میکردم که اصلا به خاطر همین اومدم اینجا. تو خوب اصلا حرف میزنن اصلا قاطع اصلا از چیز بیرام میدونی اصلا چیز میشم اصلا داغون میشم حرف میزنم. من هم تو خب چی میگفتی؟ من داشتم فکر میکردم دم که تو خوب آدم زایی کن هستی. خوب آره آدم ها رو قشنگ زایی میکنی. چاکرتیم. گفتم برو تو خونه خوب. یه 2 روز یه روز 2 ساعت فقط یه فکر بکن ببین چی کار کنیم که این درس اصلا نیاد. قلم باش بشکنی اینجا نیاد. قبول. من آدم کینه این نیستم و خودشو نمیده. اوه اوه شدم چرا که تو هم فکر کنی چرا که تو هم فکر کنی من چون یه چرا خیلی کرار رو چی داخل یعنی خوش بریم فکر کنیم. من نگاه کن نگاه کن خیلی بد میخنده خیلی بد میخنده اصلا رفتار قبقبشو دیدی آخر قبقبه آقا قبقب داره آن آقا منوچهر بچه ها رو فورا بگو جمع شن میخوام سخنرانی کنم بدو بجون خانم دلی خوب بچه ها بیاید آقا تو هر بیدنم آقای فرید خان آقا همایون آقای رحمتی آقا سیاوش دوستان بیا سخنرانی خانم محمودی و عزیزان همکار در هفته نامه وزین و پربار شهر قشنگ بیا اینجا سیاه جان بفرمایید با عنایت به جلسه امروز که همگی حضور داشتید و طرح بسیار دقیق و زیبای پیشنهادی فرزند دلبندم سیاوش کاووسی عزیز
که طرحش بسیار زیبا بود و همتون گوش کردید و مورد تایید و تصویبتون قرار گرفت، من در این لحظه که تاریخ ساز فرزند عزیزم رو به سمت سردبیری اجرایی این دو صفحه علمی رایانه ای خدمتتون معرفی میکنم. زنده باد پسرم. منوچهر جان تو تابلوی اعلاناتم یه اعلان بچسبون که سیاوش عزیزم انتصاب جناب عالی را به سردبیری اجرایی فلان تبریک و تهنیت میگوین، همکاران تو در هفته نامه وزین شهر قشنگ. اینو بله همه تون تبریک بگید بهش. از همه شما متشکرم. خواهش میکنم. از این به بعد سردبیری اجرایی این دو صفحه علمی رایانه ای با ایشونه. رامین جان شما هماهنگی میکنی و همکاری میکنی در اجرای این دو صفحه با با سیاوش. همایون عکسای رایانه ای رو ترتیب میدی و پیگیری میکنی، تو هم میزنی تنگه هم میدید برای چاپ. البته قبل از چاپ باید بدید به فرید آقای سپهری سردبیر وزین شهر قشنگ که اینها رو قشنگ مطالعه بکنه، مرتکب اشتباه نشیم. باز برداریم فردا به قولی بچه ها گفتنی چی بنویسیم که غلط کردیم. میدید ایشون بخونه غلطگیری کنه، وقتی که تایید و تصویب کرد میدید برای چاپ. اشتباه نمیکنه؟ نه خیر، میدید برای چاپ با تایید ایشون. من امیدوارم که از این به بعد با وجود این دو صفحه که به همت فرزند دلبندم انجام میشه، هفته نامه ما راه تعالی و ترقی رو هر روز پیتی بکنه و ما به ساحلی که واقعا گمش کرده بودیم دسترسی پیدا بکنیم و کشتی عنقریب به گل نشسته رو بتونیم یه تکونی بدیم، که من مطمئنم هفته نامه ما با این دو برگ طالب خواهد داشت، مشتاق خواهد داشت و فروشش قطعی خواهد شد و یه تکونی خواهد. من خدمتتون عرض کنم که تبریک میگم و به شما تبریک میگم. بفرمایید. ممنون از سلام رامی. سلام، چطوری؟ چی شده؟ نقشه هست. چی؟ هچ! خیلی بد عدسه میکنی، خیلی بد عدسه میکنی، اولا بهتر عدسه میکردی. نقشه هست چی؟ قشنگ توضیح بده ببینم چی داری میگی؟ شیوا و بویا و واضح و مبرهن. نه شد بریم فکر کنیم، من رفتم فکر کردم. خب به نچه رسیدم که باید یه جوری سیاوشو مریض کنیم، خب؟ که چیز کنه بره از دفتر بیرون، کاری نتونه انجام بده دیگه. نه آوا. آره. ولی چیزه رامین، تو که خودت سرما خوردی، اینجوری که چیزی میشه که واشتی؟ من خدا منو گوشه برای رفاقت دیگه، نمیشد که چجوری باید سرماش میدادم. خب مجبور شدم خودم رو سرما بدم، خب سرما بخورم که بیام به سیاوش انتقال بدم. خب بعد چیز اون بهم میکنه میره خونه، ما هم که میگیم مایکا و سیمون رو ترسیم کاری انجام بدیم. خب فقط میمونه هماین. خب اینم که با اون عکسه در پیتش به درد چه در کوزه میخوره دیگه. خیلی حالم بده بایی. حالا بگو ببینم چی شد که مریض شدی، چیکار کردی؟ بابا رفتم دیشب خونه، فکر کردم بودم چیکار کنم. اومدم 800 تا تناب زدم. خب رفتم جلو کوله گازی، جیری وایستم یخ زدم. رفتم دوش گرفتم یخ زدم، بدتر دوباره اومدم جلو کوله گازی دیگه داغونه داغونه. 800 تا تناب زدی؟ 800 تا نه چیز 8 تا تناب زدم. خب ولی وزنه بستم 200 کیلو بپام. رامین من به تو افتخار میکنم رامین، اگر اجازه بدی من دستتو ماچ کنم. نه مریض میشی فرید. مریض میشم من، اسیر رفاقتم رامین، من باید مریض شم. عطس کن رسولت خودت رامین، اصلا نکنی، باور کن نارم شم میره انجام از اصلا. خب بیا نوکرتم رامین جون، عطس کن. یکی دیگه، یکی دیگه عطس کن. مگه من چیم هسته کمتر؟ نوکرتم رامین جون. تو این معرفت از کجا آوردی رامین؟ من اسیر معرفت تو رامین کجا بودی رامین؟ گوشکا اینم که نازک نارنجی. خب با یه با 48 ساعت میره میگه خب بکنه لکش نوکرتم. با این چه اتفاقی برش میگفته؟ من چاکرتم رامی، تو اصلا من لنگ معرفت تو موندم. اونا بلش کن، باش باش بریم چاکرتم، باش بریم باش بریم. همین جوری برو، عطس زنان برو، عطس زنان برو. سلام پسر دایی عزیز. سلام. سلام دوست من، همکار محترم من. چطوری؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. ما برای عرض ادب و خسته نباشید خدمت شما مزاحم شدیم تا جویای حال شما بپوشیم و در مورد کارتون بس. رامین جان جان ببخشید.
فکر میکنم شما دچار مشکل سرماخوردگی شدید. آره ازت خواهش میکنم چون سرماخوردگی یک بیماریه واگیر داره، فاصله تون رو با من حفظ کنید که من دچارش نشم. اینترنت رو فکر کنید. آقا سیاوش ببخشید، من در معلومات شما و در تحصیلات شما مزاحم نمیشم، یعنی جسارت نمیخوام بکنم، ولی علم طب روز و گیاهشناسی ایران نشون داده شما چون در ینگ دنیا رو خبر ندارید که یک بیماری سرماخوردگی. من ببخشید واقعا در چین شما نیست، شما پسرمه عزیز من هستید. دست خودم نیست که. و خواهش میکنم حداقل جلوی دهنتون رو بگیرید که عرض میکردم خدمتتون و اینکه بیماری مصری نیستش و پزشکا معتقدن که اصلا هر چه شما بیشتر تلقین کنید بیشتر مریض خواهید شد و از همه مهمتر کار. ما الان اومدیم اینجا که اهداف شما رو ببینیم چیه و ما در خدمت شما هستیم، در بس بدون مسافر و بدون توراهی در خدمت شما هستیم تا به مقصد برسیم. در خدمت شما، همون جدولتون رو به ما بدید، اون چارتی که دارید که چیکار کنیم، چیکار باید بکنیم دیگه. آره نه، گردآوری این بخش هم به اسم خودت میزنیم. نه مطمئن باش من بهت میگم دیگه. آره فقط ببین چیز سیمی جون، ما یکم عجله داریم، کی میتونی به ما برسونی؟ آه خوب خوبه، یعنی من کی با تماس بگیرم؟ باشه خیلی خوب. ببین حالا رکسانا دیپلم آشپزیشو گرفت. آها خیلی خوب، پس خوبه. آره دیدی دست پختشو؟ خوشبخته. همان جان این بله. مطالب تا کجا پیش رفت کرده؟ چند تا آدرس پیدا کردم توی اینترنت با یکی از دوستام که از تو اینا میخوایم یه سری عکس انتخاب کنیم. خیلی خوبه، من بابت این پیشرفتت و... چی شد؟ معذرت میخوام، من فکر میکنم دچار سرماخوردگی شدم، بیماری های واگیردار. میبینی به خاطر چیه؟ نه. به خاطر عدسه های اون قشنگه که اومد تو سر صورتت عدسه کرد. نه 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 نه. چرا؟ من فکر میکنم بی احتیاطی خودم بود که دچار این مریضی شدم. ببخشید من باید برم. خواهش میکنم. بله و ایجاده. خب باشه چشم، بفهمید. باشه چشم، چشم قربونتو، خداحافظ. آقای کاووسی یه مسئله مهمی هست بود که من باید حتما خدمت رو عرض بکنم. بفهمید، بگوشم. میتونم بشینم؟ بفهمید، بله بله. چیه مسئله مهم؟ حقیقتش یه اتفاقی داره تو این دفتر میفته که من باید حتما خدمتتون عرض بکنم. اگر اجازه بدید من با اجازهتون مرخص شم، حس میکنم یک کشالت دارم. سیاوش جون برمیگردم. سیاوش جون من مادر بزرگم خدا بیامرز میگفتش که حالا اینجوری شدید یه نیم کیلو انبر و سادات بگیر، انبر نسارا بگیر گلشو، خب بجوشونش بخوری کن یه ماه. کجا میفروشن؟ توی عطاری ها میفروشنش. میخوایم من برات بگیرم بیارم؟ خیلی ممنون، خودم سر را بگیرم. سیاوش جان کجا؟ پدرجون اگه اجازه بدید من یه مقدار کسالت داره، فکر کنم مریض شدم. آه سرما خوردی؟ بله. اگه اجازه بدید برم خونه یه بخوری چیز به خودم. تو این موقعیت که این هم هم کار سرمون ریخته، اون دو سفرم باید بری دیگه، استراحت کن. من سعی میکنم سعی حالا قده قده آب لیمو شیرین بگی بخو تا من بیام، یه 30-40 کیلو هم خودم واسط میگیرم میام. خیلی ممنون، برو استراحت کن. شما بیا دفتر من جفتتون، کارتون دارم. رامین و شما چش حالشون خوب؟ تشریف بیاری دفتر من. من نمیام. امروز الهام خانم و خاله نسرین، من به این نتیجه رسیدم که همایون یک آدم فروش رو به تمام معناست. آدم فروش یعنی چی فرید؟ ای راجع به خواه همایون اینجوری حرف بزن. چرا حرف بزنم؟ امروز این بچه ها رفته به آقای کاووسی گفته که من و رامین برداشتیم سیاوش رو سرما بهش دادیم، آقا زادم سرما خوردن. بچه شما این فرید جون، راست گفته دیگه.
الهام خانم بچه یا بزرگ فرق نمیکنه. حقتونه، برای همینم هم همیشه کشتی مجلتون به گل نشسته. برای اینکه مثل خیلی از آدما همچین که خودتون نمیتونین پیشرفت کنین، جلوی پیشرفت کسای دیگر هم میگیرین. الهام خانم همچین داری به کنایه حرف میزنی خانم خانوما. کنایه یعنی چی فرید؟ خب راست میگه دیگه. من فکر میکنم آدم باید آدمایی رو که میخوان پیشرفت کنن بهشون انرژی مثبت بده. بله اتفاقا منم میخوام انرژی مثبت ساطع کنم. ببینم توی یخچال کمپوت و اینا داریم؟ کمپوت برای چی؟ برای اینکه فردا میخوایم بریم ملاقات آقا سیاوش، من و رامین. چجوری ما میتونیم بریم خارج اونجا باشیم؟ خب شما بعد از اینجا بورسیه بگیرید. نه روسیه نمیخوام برم. نه بورسیه، اینجا بعد امتحانات خاصی بدید و اینکه از اینجا بعد از آزمونایی که دادید. سلام. سلام آقا فرید. من منتظر شما و خبرهاتون هستم. بله ببینید آیه سیاوش خان، شما مطمئنید که حالتون خوبه؟ حال مزاجیتون خوبه؟ بله بسیار حالم خوب، سرحال سرزنده. اتفاقا دیشب اندکی کسالت داشتم، ولی خب با اندیشه و یعنی با تجربه که خیلی کم اندک در امر پزشکی داشتم تونستم خودم معالجه کنم و بخوابم، صبح بلند شم برم کمی نرمش کنم و بیام در خدمت شما و منتظر شما و مطالبتون باشم. ببینید آقا سیاوش، من حقیقت دیشب نگران شما بودم، حس میکردم که شاید مریض شده باشید، به خاطر همین هرچی به این دوگلوه فشار آوردم که یه چیزی ازش تراوش کنه، متاسفانه هیچ چیزی تراوش نکرد. این بودش که من شرمندم. من با شناختی که نسبت به شما داشتم حدس میزدم که چنین اتفاقی بیافته. هر جور راحتید. از خانم دلیخون چه خبر؟ بله از خانم دلیخون. بله ایشون صبح زود با یکی از دوستانشون قرار داشتن، خاطر همین زودتر از خانم اومدن بیرون. سلام خانم دلیخون. اجازه بدیدم شما با خانم دلیخون چیکار داری؟ خب خانم دلیخون اون کارا چی شد؟ بله ببخشید، من اون مطالبی که دوستم قول داده بود جمع‌آوری کنه از شبکه اینترنتی همه رو جمع‌آوری کرد، من الان صبح زود رفتم همش ازش گرفتم. بفرمایید. خیلی متشکرم. امیدوارم که به دردتون بخوره. بله واقعا تلاش و همکاری شما قابل تقدیره. خیلی ممنون. ما با عکسایی هم که از آقا همایون داریم دیگه فکر می‌کنم مجموعه‌مون رو کامل کنیم و ببندیم. از شما بازم متشکرم. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. بلید باید نخشی در پیتت آنم دقیقاً اون روز یادم میفته که جلسه داشتیم اینجا، شما آقایون نشسته بودید، من و سیاوش جان اون طرف نشسته بودیم. سیاوش وقتی پیشنهادش رو داد من قشنگ یادمه و این امکان نداره از ذهنم دور بشه که شما آقای سپهری و شما جناب رامی خان با پیشنهاد سیاوش به کل مخالف بودید و قبول نمی کردید، نمی ذاشتید حتی بگه حرفشو. اگه یاد باشه من بهت گفتم جناب فرید خان سپهری عزیز، هفته نامه وزین، سردبیر محترم، اجازه بدید اقلا حرفشو بزنه، پیشنهادشو بده. شما قبول نکن، توجه نکرد چی شد؟ پیشنهادشو بده، گوش کن، قبول نکن. یادمه که جناب عالی هم به قهر بلند شدی از دفتر اومدی بیرون. اگه یاد باشه دایی جان ببخشید، شما آخر بله بفرمایید، شما همیشه آدمو زایه میکنید، یه جوری حال آدم میگیرید، خب آدم مشکل پیدا میکنه دیگه. تا من حرف میزنم شما همیشه جلوی سیاوش حال منو میگیرید. خب من قبول دارم دچار مشکل روحی شده بودم. شما نمیذارید بگم. من شما گوشتو با گوش بده به حرف این، من بگم، شما نباید جا بزنی، شما که فامیل منی، ازت انتظار دارم. به هر حال من تبریک میگم، موفقیت این دو صفحه رو به همه اهالی شهر قشنگ چی؟ تبریک میگم. آقا فروش فوق‌العاده بوده. من نخواستم بهتون بگم که سیاوش عزیز جزو شاگردان ممتاز بوده و بورسیه بوده، بورس داشته. روسیه بود آقا؟ بورس تحصیلی روسیه. آقا عبدالرشید محترم، من بعداً بهت میگم ایشون تحصیلات چه در حالا ممکنه تخصصش چیزهای دیگه باشه، رشته های دیگه متخصص باشه، ولی در این زمینه هم
چی؟ به هر حال پیشنهادش با اقبال مواجه شد و هفته نامه ما فروش رفت و این دو هفته فروش فوق العاده بوده و این کشتی عنقریب طوفان تلاطم دریاها به گل نشسته کمباد رو به ساحل رسید. بالاخره نه ساحل رو داریم میبینیم. همچنین پیدا ساحل بحرانه خورده بحرانه کمی پر تلاطمش کم کم تلاطم شده بحرانه کمتر رفت آمد میکنه. بله و این پیشنهاد سیاوش عزیز بود. من نمیدونم چرا ما اینجوری هستیم تو این هفته نامه. آقا ایشون که میتونه و پیشنهادش درسته، خب بذارید پیشنهادش اجرا بشه. به جای اینکه کمکش بکنید صد و حایل در جلوش به وجود میارید، سنگ میندازید که نره جلو. بابا جون حرکت این به درد دفتر خورد. به جای اینکه جلوش صد و حایل به وجود بیارید کمکش کنید. کمک شما یعنی کمک دفتر، یعنی درآمد دفتر میره بالا. فروش وقتی بالا بود جیب من بهتر میشه پولش، من به شما بهتر پرداخت میکنم، حقوقتون میره بالاتر، زندگیتون بهتر میشه، این دفترم میچرخه، مجبور نیستیم کرکره رو به قلی بچه ها چی؟ بکشیم پایین. درش بازه، افق رو میبینیم، ساحله هم داریم پیداست، میبینیمش. و من مجبور نیستم هی بگم که آقای بحران من میبینم اینجا رد میشه به من نگاه میکنه میگه آقای کابوسی من دارم اینجا ما. بحران چند روز من نمیبینمش آقای بحرانو. عرض کردم خدمتون. بله. دیگه پیداش نیست، نیومده، شاید هم نیاد دیگه. حالا حقوق من که اضافه شد، حقوق دفتر که اضافه شد، به شما حقوق بیشتری پرداخت خواهم کرد. بله حقوقتون از این تاریخ میره بالا. نه آقا سود بزن سود. دفتر بعضش به قولی بچه ها گفتن یه کشتی تکون خود دیگه، گلاشو پاک میکنیم حقوقتون. بله اما داره. اما؟ یه اما داره. از امروز که اول مرداد ماه سال 1381 است، حقوق و مزایاتون به حسابتون منظور میشه تو بانک و در سال، یعنی اول مرداد ماه سال 1386 که پروژه 5 سال است، یک جا بهتون پرداخت میشه.